توپ رو برگشت میده. یه زدنه برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه. حرکت از کوچان نژاد. فرصت داره. کوچان نژاد توی دروازه. توی دروازه. گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی مادرشی که تو ترکیه گرفتی میخواد اینجا کوک بگیره یا بیا؟ نه کوکاو بگیر. این پاداش برد آلبانی بود؟ نه آلبانی رو که نبردیم، من این بالاخره بچه با تاکسی کار میکردم اونجا موراتشون بگذره یه خورده بالاخره در آوردن خورده. تو بازی با آلبانی از داور خیلی ناراحت بودی. چی بود جریان؟ اولا که کلا به نفع اونا میگرفتش، دوم من نیمه دوم اصلا اونا بازی نمیکردن، همش وقت تلف میکردن، بازی رو اصلا کلا هی مینداختن بخاطر اینکه ما فشار میوردیمشون. بعدش هم آخر بازی یه پنالتی واضح رو برای ما نگرفتش و در کل نیمه دوم فکر کنم یه خیلی به اونا کمک کرد. بعد دوتا بازیکنشون هم بود تو ترکیه بازی میکردن چون ترکی بلد بودن، نظره باشون خوب بودن و آدم سپات نکن دیگه. خب چند سالته؟ کاری نکردی از این پتو مت بگیرید کنش میکنم بگیرید بشه مرفع جامعه بیزینس میشینن خیلی هم الان خوش دارم میگذرن الان اول همون بغل ناکن شما اونجا رو بگیر اینا با قشن ما باید بریم با اتوبوس اینا رو با وی آی پی قشن میبرن اونجا. ما بازی دوستانه اصلا کلان تو تیم ملی نداریم به خاطر اینکه همیشه بسید که توی رنگی توی یه سری اشاره یا اشرف میکنید. یه لحظه ببخشید خدا وحشی، این جوان ها از اون جوان ها آقا رفاقت هم نباشه، این ستا ببین دو ساعت بقل من هم بیلیت بیزینس بخواهد این چه رفاقتی ما با ایشون نداریم نه بیزینس برای ما گرفت نه کافی خرید ما بخواهد آبو بده دست در اونجا هم سفارش آمین چهره رو که میبینی این آقا دستو بالا کن الان در حال حاضر 15 تا پیشنهاد داره 15 آقا یه لحظه بگیر اینجا آقا چرا سقف قرارداد رو رعایت نمی‌کنی؟ بگو جواب بده. خدا رو شکر ما که گذشت. دادا شما قشر مرفه جون هستید. شما هم بیزینس می‌شینین آقای رحمتی؟ ایشون هم بیزینسه. بفرمایید ما آخر سر میام. شما بیره مردا رو میدن بیزینس که باهمون درد نگیره. کلا 30 تا صندلی 31 شو به من دادن. بفرمایید. بفرمایید. جان. شما آقا ایشون خیلی ناشکر به ما تمام اکونومی ها رو همه رو پشت سر گذاشته بالا رسیدیم بیزینس. آقا من از 12 سالگی عادت داشتم تو بیزینس بشینم، مشکل من نیست. شما هم میتونست با حالا بیزینس رو همین جوریه به هم بازی اوساسونا رو گذاشتم.
این دست همیشه همین جوری بوده الان هم نمیدونم. ان شاء الله شما آقا مهدی بعد از بیزینس هم بیزینس میشن دیگه، مربیه دیگه. آقا فرس اون نمیگیره کسی آقا اون مربی میشه. بله آقا من سرمربی این مربی دلار هست، من میرم بشه فرس میشون هم بیزینس میمونه. اگه خوب دلار رو تحویل بده شاید بیاد اینجا بشه. همیشه تو این بازی ها به یه آدم بزرگی احتیاج داشتیم که کنار تیممون باشه، تو جای حساس بتونه تیمو نجات بده. نبوده، متاسفانه تو دورهای قبلی اتفاق افتاده. حالا به هر حال با تجربه که خود آقای کیروش داره من فکر میکنم تیم ملی نتیجه بگیره تو این بازی. کیروش اسم بزرگی تو فوتبال جهان، فکر کنم همین برای فوتبال ایران کافی باشه تحت تاثیر این نام. ولی خب به هر حال فکر اینطور نباید، یعنی اینطور نباید فکر کنیم که با بودن این مربی همه مشکلات فوتبالمون حل میشه. بالاخره دو سال اینجا هستش، شاید حال تیم ملی ببره جام جهانی، شاید که این اتفاق بیفته، اما همه چی حل نمیشه، همه مشکلات برطرف نمیشه. باید یه خود ریشه ای فکر کنیم. ببین برعکس تفکراتی که الان موجوده که تیم ملی فوتبالمون توی گروه خیلی آسون افتاده، به نظرم اینجوری نیستش. ولی من فکر میکنم که تو این دوره به خاطر اینکه دوره قبل یه تجربه به دست آوردیم، فکر میکنم تو این دوره بتونیم به عنوان یکی از دو تیم صعود بکنیم. من فکر کنم شرایط هر دوره نسبت به دوره قبل فرق میکنه دیگه. بالاخره ما یه مربی بزرگ آوردیم، ولی بعد براش ابزار بزرگی هم فراهم کنیم دیگه. الان مشکلی که تو فوتبال وجود داره برای مربی بزرگ ابزار بزرگ نداریم. بعد ببینیم سطح کیفیت لیگ چجوریه، از تیم ملی چقدر انتظار داریم. ولی به هر حال شرایط برای صعود راحت به جام جهانی فراهمه، خصوصا اینکه به هر حال آقای کیروش تونسته نظم خاصی رو به تیم ملی بده. نظمی که آقای کیروش در واقع تو تیم ملی داره پیاده میکنه، نظم برگرفته از یه فرهنگ یک مربی کاملا حرفه‌ای سطح اول دنیاست و شرایط کاملا فرق داره. ضمن اینکه به هر حال از سطح دانش فنی هم آقای کیروش و آقای دایی قابل قیاس نیستن و امیدواری رو برای صعود تیم ملی زیاد کرده، ولی خب کار خیلی سخته. به هر حال همه تیم‌ها رو به جلو حرکت می‌کنن. همین بس که فوتبال ما هنوز ستاره‌اش علی کریمی و فراد مجیدی و نمی‌دونم همینا. حتی من یه بار این سوال از کارلوس کیروش پرسیدم، گفتم الان بد نیستش که علی کریمی ستاره تیم فراد مجیدی رو دعوت کنه. گفتش که گفت من چیز گفت مگه رایان گیگز الان تو منچستر یونایتد ستاره نیست، کولوس کوز مگه بازی نمی‌کنه؟ خب نه میتونم بازی کنم مشکلی باشه در کنار اون خیلی بازی کنه دیگه هم پره. آقای برادر من میگم که یه جای حساس بازی علی کریمی میتونه بازی رو در بیاره، که مثلا توی 10 دقیقه یورو میتونه بازی رو برگردونه. خب خب این که مشخص که پشتوانه خریده نداره میگه. یکی از عوامل ناکامی فوتبال ما دنبال اسمی میشه، عامل این اسم عامل شکست فوتبال ماست. سکوها اینجوری یعنی سکو ستا برای تو بیزازه دیگه کی بیزازه؟ شما چون مسئول سکویی باید جواب دیگه. سکو ربطی نداره. چرا دیگه؟ ببخشی جسارت میشه به اون ستارهایی داری که دارن بازنشست میشن، یه سری آدم ها رو با خودشون استخدام میکنن که برن رو سکو تشویقش میکنن. حالا جایزیست اسم خیلی هاشون رو بیاریم که عمل کرده خیلی هاشون مشخص. نه حالا جدی آقای متمدی که خدا وکیلی شما به عنوان یه خبرنگار که چندین سال داره کار میکنه، آقای خسروی هم اینجاست، چقدر واقعا اومدید از لحاظ ریشه‌ای اومدید به فوتبال پرداختید؟ چقدر اومدید واقعا ابزار نداشتید؟ خب شما باید تذکر لازم باید بدید. تذکرات اون انقدر ببین الان شما الان ببین من میخوام این مثال سعید چاوسیش به رسول نشاط زاد سعید اونو بگو مثلا جالبه همون چی. آره همون مثالش آره رسول نشاط برگشت به ما گفتش که بیاین فوتبال رو درست کنین، شماها میتونین درست کنین. گفتم آره خیلی جالبه، بازیکن داره 700 میلیون تومان میگیره، نمیری به اون میگی درست مثلا به اون بگی درست شد، به اون که 500,000 تومان میگیره میگی برو فوتبال درست. اینه دقیقا فوتبال مونه دیگه. آخه شما فوتبال از ما کارلوس کیروش آوردیم 2 میلیارد تومان بهش میدیم سالیانه. خب
بعد با آدمی که 400 هزار تومان میگیره دنبال اینیم که مثلا فوتبال درست کنیم. بعد با این مدیرایی که علی قوض میشن بین 400 تا 700 هزار تومان چی میخواد واقعا فوتبال درست. ببین ما باید یه همت جمعی بکنیم. اصلا وظیفه رسانه نه اصلا نه نه چرا نیستن؟ چرا امکانه؟ برای اینکه نمیاد درد منو ببینی. ببین من میام از بازی میام بیرون همه روزنامه زنگ میزنن مهدی جان اینو خیلی گفتم نه 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 فایل نه ببین باید ببین باید چه ضربتی اخه مهدی اینا که تو میگی که اصلا دست رسانه ها چرا نیستش رس ببین رسانه ها رسانه الان شما نگاه کن آقای بوتم کیا ببین الان شما مثلا این چیزا که تو میگی وظیفه یه سری آدم دیگه ان یه سری آدم اونم باشه اونا که انجام بدن به هر مان با اون رسانه بعد یه خطی نشون بدین حرکت بکنن دیگه معلومه وقتی آدمایی که میذارن تو استانا همه براشون معیارای اکسل ورزشگاه دیگه نامبر کسای استاندارد باشه. من میگم نیست. من میگم ورزشگاهی نیست. من میگم شما بیاید این قضیه رو بپردازید، کمک بکنید. تیم ملی اومد. تیم ملی اومد. خسته نباشی. فردا به نظر نتیجه چی میشه؟ انشالله چی میخواد بشه بشه نفع ما باشه. یعنی میبریم دیگه. انشالله امیدواریم. همه چی ردیفه تو تیم. کار ما بله. کار شما چیه آقای ابراهیم؟ میگم کار ما یه بینه رو فعلا. نه میدونم کارتون چیه تو تیم شما؟ هر کاری را تصمیم بردید انجام. والا ما که داریم میبینیم شما تمام زحمت های تیمو میکشین. وظیفه همون انجام میدیم. ایشالله که موفق باشه. سلامت باشه. قربونت. تشکر کنیم از حواتشون. انشالله امیدواریم هم که ملت ایران انشالله خوشحال کنن. فرزادشون مربی با اعتباری هم انشالله این اعتبار رو هم به فوتبال ایران بدن. کوچ خوبی هم انشالله بتونم تجربهش رو منتقل کنن و تیم رو انشالله اونچه که در شأن ایران و ملت ایران و اعتبار خود ایشون هست فرزاد مربی با اعتباری هم coach and آقای عقیلی تمرین چطور بود؟ آیا انصاری فرشما آجیلتون رو خوردین؟ آره سمیه امروز هم دیگه نده سه تا پسته دو تا فندق وادی ببین میزن نگاه کن بزن خوبه همه چی خوبه خدا شکر کمدن هم همه چی خوب بوده ترکیه هم نظر مردی خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم و همه آمادن که انشالله با سه امتیاز برگردیم ایران و تو این دو تا بازی حداقل امتیازا رو کسب کنیم و بتونیم که راهمون رو هموارتر کنیم. حداکثر حداقل. هر بازی به نظر من حکم فینال داره، باید تمام تلاشمون رو بکنیم. پس وضعیت خود به چه شکلی امروز داشتی؟ فاز اول تعمیر داره. من نتیجه آره اون همون بازی که تولید کردم، دو تا بازی هم بازی نکردم، مصدوم بودم همونه. یه مشمو تیپ می‌کنم که پیشگیری کنم. $50 بازی سختی داریم ولی انشالله که اولین بازی اون هم هست با یه استارت خوب شروع کنیم بازی ها رو فکر کنم از سه امتیاز رو بگیریم واقعا خیلی
برامون خوب جمعونی نمونه چی؟ چیزه گرفت؟ یس، مرکنه دیگه چی داری دیگه اونجا؟ بگو بیاره، شاکو بیاره به خاطر 13 رجب فردا مصادفه با 13 رجب اینا پرچم یا امیرالمومنینه، اینا هم که پرچم های ایرانه با هماهنگی فدراسیون آقای ملا محمد و جمعیت نامی آقای تهرانی آقای جواهری و اینا هم که یه سری دستکی که باد میشه. اینا زحمات خداتون زحمتش هم یه سری بوغه، یه سری تشویق به بچه ها اینا داده میشه. چند متر جاجه ها؟ یه حدود 50 متر آقای رضایی. ماشاءالله جمعیت ایرانی خیلی زیاده آقای رضایی، منتها کمکاری کردن ازبکستان، ازبکستان کمکاری کرده و بلیت کمی در اختیار سفارت حدود 140 تا که مردم تعدادشون خیلی بیشتر از این هاست. امید خدا و همین 140 تا هم جمع حامیان تیم ملی هم با همین 140 تا ما میتونیم کاری کنیم که صدای ازبک ها بسته بشه و باطن زهرا تیم ملی با نتیجه 2-0 ببره بیاد بیرون. آز آقا هرچی ما بوغونده کم داره چون بهتره بگم برای چی؟ علت داره چون آقا سید چون بوغ چیه؟ اونا میزنن اصلا کارکاسبی آقا سید خراب میکنن. یواش میزنی بهش رسمی در اختیار یک گروهی محل AFC به نام WSG اگه اشتباه نکنم پخش تلویزیون فقط در اختیار اوناست تو همه بازی رسمی. حتی مثلا شما تو تهران هم یه همچین داستانی هست، نه اجازه نمیدن دو. یعنی اگه تلویزیون رایتشو میخرید میتونستن بچه ها کار کنن؟ شاید اینو باید باز از اون باید مسئول صحبت کنیم. شما برای آقای دانایی هم میخواستیم بگیریم میگن اجازه نمیدن. من تجربه که داشتم همیشه توی مسابقات گفتن این حرفو، ولی ما کار خودمون رو انجام دادیم. حالا باید ببینیم تا فردا چی میشه. چند وقت قبل مسابقه بوکس بود تو قزاقستان، مطلقاً حتی با موبایل هم نمیذاشتن فیلم برداری کنیم. ما بالاخره یه هندیکم با خودمون بردیم مسابقه رو فیلم برداری کنیم. حالا ببینیم تا فردا چی میشه. آقا چی داری میگی؟ یه سوال فن. آره 100% فوتبالی رسانه ای بود. آقا اینم داستانی هم مثلا تمرین بسته است برای همه قشنگ میبینیم احتمالا اونا میتونن. One time it's fine. Cameramans and photographers, they can stay 15 minutes. But not the journalists with the bags. No journalists with bags, nothing. There's ones outside. Just people with the camera. Cameraman and the photographers. Huh? All these men? برو بابا خدا وکیلی من داشتم عقب عقب میخوریم این بر بوده خدا وکیلی قبلش هم تو اینجا داره برو درستی دی تو همه دویه سه یک شو بگشن تو سه یک علی ایقا باشه ایقا آقا دو زب سزن سزن بیشتره مکسیموم سزن یه زب هم نمیتونم این دو طرف رفته دیگه خبرنگار این دو طرف ها اینجا خبرنگار اون بره آره اون اینترنت چم بود خدا کنه ردیف شد دیجا گپ تو
تو تمرینا اضافه شده، بعد چون تازه اضافه شده مربی ها میگن که بازی میکنه یا نه، ولی خدا رو شکر با تیم تمرین میکنه. آره ما امیدواریم که احتیاجی نشه بازی بکنه، ولی توی شرایط خاصی ممکنه که بازی هم بکنه. بردیم اینجا همین کافیه حالی بود سخت بود ولی ما تا 90 دقیقه مرمون یعنی نمیشه حرف زد فقط شما هم لذت شده بری خیلی دوید دیگه باید اینجوری میشه میدویدیم تا میبردیم وگرنه نمیشه خدا شکر خدا شکر خدا شکر بازی خیلی سخت بود. تیمشون خیلی خوب بود. مثلا تو خونه خودش خدا رو شکر. فقط خدا رو شکر. اون چه خدا رو خدا رو الحمدلله کار خدا بود. تو دقیقه 90 بتونیم همچین کاری بکنیم. دست بچه‌ها درد نکنه. آخرش بود.
الان اصلا نمیتونم یه جوری خونه انگار با حد اکثر سرعت تو رنگ خیلی عجیب بود. پریدم نزدیک بود بیوفتم پایین واقعا. از اون پشت پا میارتم فکر کنم تا آخر فصل دور باشم. ما همه تیتامون آماده کردیم روی مساوی میشیم. آره میخواستیم بزنیم رحمتی شیر کوپنهاگ شیر تاشکن. شیر تاشکن ولی دیگه دیدیم من پریز طلایی کامل. خیلی عالی بود، واقعا خوشحالیم همون، خیلی عالی نور بدم بازی بسیار سخت بود، خیلی تیمشون خوب بود، خیلی محکم بود، اما خوب دیگه بردیم، خدا رو شکر بین تماشاگرها خدا رو شکر.